شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما همراه شد. خانم برادوس، بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، شبه نظامیان گروه واگنر شهر روستوف رو تصرف کردن. تصرف این شهر به چه معناست و چه پیامی برای مقامات روسی به ویژه آقای پوتین داره؟ تصرف کردن هر شهری در هر موقعیت جنگی اگر طولانی تر باشه، اگر طولانی تر 24 ساعت باشه و ببینیم که عکس العمل خود نیروهای روسی چه خواهد بود، اینجا مهمه. یعنی واقعا نشون میده که ما در لحظات حساسی هستیم. اگر این پیشروی که جلو بردن و این شهر رو تصرف کردن ادامه بده و این تصاویری که الان تو سوشال میدیا داریم میبینیم، در رسانه‌های جمعی داریم میبینیم، این تانک‌های گروه واگنر دارن در داخل شهر میچرخن، اینجا واقعا نشان خطرناکی خواهد بود برای هم روسیه هم پوتین. و این نشون میده که واقعا این اختلافات درونی که بین نیروهای نظامی وجود داره، فرماندهانی که چه وزیر دفاع روسیه چه رئیس واگنر، نشون میده که اینها که بر سر قدرت هستن و اون فساد داخل خود این نیروهای قوی، فرماندهان قوی رو نشون میده که اینجا برای اون قدرت پوتین در روسیه به نظر من خطرناکه. چون که این و همیشه هم یعنی پیش بینی شده است که وقتی که جنگ هایی که چنین صورت میگیره و تحریمی که در این کشورها وجود داره و چون که نیروهای نظامی میخواد همه چیز رو کنترل خود بگیرن و هر کدوم برای قدرت خودشون دارن در جبهه دیگر از اون جبهه اصلی میجنگن، همیشه این پیش بینی ها میشه که در مقابل هم قرار میگیرن. چیزی که رئیس واگنر داره میگه، خب حتی جنگی که علیه اوکراین شروع کردن از حتی فرماندهان ارتش روسیه و حتی وزیر دفاع، میگه اینا این جنگو شروع کردن و اطلاعات اشتباه به پوتین دادن و اطلاع اشتباه در چنین جنگی دادن و 100,000 سرباز روسی رو به کشتن دادن. چرا؟ چون که میخواستن به عنوان قهرمان شناخته بشن، میخواستن امتیاز بگیرن، میخواستن قدرت بگیرن. و همینطور که وزیر دفاع و بقیه مخالفین گروه واگنر و رئیس واگنر هم، خب چیزی که پریگوژن رو به عنوان کسی که به خاطر به دست آوردن قدرت سیاسی داره این کارا رو انجام میده معرفی میکنه. برای همین هم هست تو قضیه، تو کیس جنایی که براش باز کردن، که به عنوان کسی که علیه روسیه دست به سلاح زده و چنین محکومیت هایی که زندان نزدیک 20 سال رو خواهد داشت، برای همین هم هست چنین کیسی رو، چنین پرونده ای رو براش باز کردن. و اینجا این رقابت ها سر به ما میگه ولی چقدر تو این شهر میمونن و چقدر پیشروی خواهند کرد، چقدر کرملین هنوز هم سکوت کرده و پوتین چه جوابی خواهد داد، چگونه در مقابل چنین موضوعی، چنین نکته حیاتی که الان در تاریخ این قدرت پوتین هست میخواد چگونه بیستد، واقعا باید منتظر بود و دید. و چرا برای پوتین حساسه و نمیتونه چنین کاری انجام بده؟ چون که هنوز براش معلوم نیست که از بین اون فرماندهان ارتش روسیه چه کسایی با گروه واگنر، با اون تصمیمی که گرفته گروه واگنر، با اون مخالفت‌هایی برای جنگ علیه اوکراین و اوضاع روسیه باهاش موافق هستن و ممکنه جبهه درست بشه علیه جبهه پوتین و جبهه جنگی که پوتین داره در مقابل اوکراین، چقدر این فرماندهان مخالف هستن و چقدر این اختلافات عمیق هست و چقدر ممکنه که قدرت پوتین رو متزلزل کنه. برای همین هم هست به نظر من الان در کاخ کرملین زلزله ای هست که بخوان تصمیم بگیرن که چه ریاکشنی نشون بدن و چه تصمیمی بگیرن در این مورد. برای همین هم هست ما تا حالا نمی‌بینیم که واقعا در مقابل این پیشروی گروه واگنر پوتین چه تصمیمی خواهد گرفت. خب خانم برادوس، این درگیری و ادامه اون چه تأثیری میتونه بر جنگ اوکراین داشته باشه؟ خب 100% باعث به نفع اوکراین خواهد بود، چون که ضعف دولت مرکزی در روسیه باعث میشه که نتونن تمرکزی رو داشته باشن. گرچه خب الان میدونیم که زلنسکی گفته درسته این موضوع حمله، یعنی اون اپراسیون حمله‌ای که اوکراین شروع کرده داره تقریبا سرعتش رو از دست داده و با سرعت کمتری داره جلو میره، ولی این موضوعات و این جنگ داخلی بین روسیه 100% باعث ضعیف شدن روحیه نظامیان، سربازان جنگ خواهد. در هر جنگی اولین چیزی که باعث شکست یک ارتش خواهد شد اون روحیه نظامیان و ارتشیان این جنگ هست، سربازان این جنگ هست. با چنین وقتی که جبهه پشت سر این
سربازان درست می شود، از داخل خود کشور بر سر قدرت به دست آوردن قدرت و اینگونه فرماندهان و رهبران هر گروهی در مقابل هم قرار گرفتن، 100% برای سربازی که در جبهه مقابل چیزی از دست نداره به جنگی و به دست نمیاره، اینجا قدرت نظامی روسیه که می دونیم قدرت نظامی روسیه با شروع شدن جنگ اوکراین کلا شکست خورده، چیزی که در رو کاغذ همه فکر می کردن قدرت دوم جهانی از نظر نظامی بعد از جنگ اوکراین، دیگه روسیه اون ارزش خود رو، اون اسم خودش رو به عنوان قدرت نظامی دوم جهان رو از دست داد، ولی الان این ضعیف شدن همون قدرتی که هست که روسیه بخواد چه پیشروی کنه در جنگ اوکراین و حتی چه بتونه خود در مقابل اون حملات دفاعی اوکراین بتونه اون دیوار مقاومت خودش رو کنترل کنه، و از یه طرف حتی تأثیر داره در گفتگوهایی که برای پایان دادن به جنگ اوکراین هم اگه باشه، در چین گفتگوهایی هم تأثیر داره، یعنی تقریبا دارن کل جنگ و درگیری‌ها داخل خاک خود سوریه خواهد شد، روسیه خواهد شد، و اینجا همیشه وقتی تحلیل این موضوعات رو می‌کنیم در نظر بگیم تمام اطراف این موضوع رو، خب از یه طرف اگه بخوان این فرماندهان در مقابل قرار بگیرن، پوتین چه تصمیمی خواهد گرفت، تصمیماتش در مقابل چه فرماندهان و رهبران ارتش روسیه قرار خواهد گرفت، واگنر چه تصمیمی خواهد گرفت، آیا امتیازی به رئیس گروه واگنر داده خواهد شد یا نه، پوتین چه امتیازی بهش خواهد داد، در داخل اپوزیسیون های روسیه علیه این جنگ و علیه پوتین چه کسانی هستند که ملحق خواهند شد، چه جوانانی، چه گروه هایی هستند. خب میدونیم در روسیه بین قشر جوان و پیر این کشور بر طبق همه پرسیایی که وجود داره خیلی تفاوت دیدگاهی وجود داره، قشر پیر با این موافقه که خود جنگ باشه، اون افتخار ملی، اون قدرت ملی رو میخوان نشون بدن، ولی قشر جوان خواهان یک زندگی مرفه، زندگی راحتری هستن و خواهان چنین جنگ و این تحریم‌های جهانی نیستن، خواهان روابط دیپلماتیک بهتری با کشورهای جهان هستن، و این قشر جوانه که نیروی جبهه رو تامین می‌کنه و قشر جوانه که می‌تونه در داخل روسیه هم یک تغییراتی رو انجام بده. برای همین هم هست که وقتی تمام این موضوعات رو کنار هم قرار میدی، واقعا تصویر ما میده که نشون میده که در آینده نه چندان دور داخل روسیه خواهد بود که ثبات امنیتی و ثبات سیاسی رو نخواهیم دید، و این نبودن ثبات سیاسی در روسیه یعنی این که همون برنامه‌ای که از سال قبل شاید هم بیشتر، ولی چیزی که از گفته های آمریکا و مخصوصا بایدن شنیدیم همون تغییر رژیمیه که در روسیه برنامه شو دارن، چون که تا الان که داریم صحبت میکنیم هیچ برنامه‌ای برای این که گفتگوهای صلح در مورد جنگ اوکراین وجود داشته باشه وجود نداره، حتی با پیشنهادی که برای صلح چین انجام داد به هیچ نتیجه نرسید. اخیراً دولت‌های آفریقایی اومدن، سران دولت‌های آفریقایی اومدن به کریم، هم به اوکراین رفتن هم به روسیه رفتن که بخوان یک پیشنهادی بدن برای گفتگوها برای صلح، و میدونیم خب اونها هم تأثیر آنچنانی نداشتن و انتظاری هم نمیرفت که تأثیری داشته باشن، ولی منظور اینه که تمام کشورهایی که سعی کردن که یک قدمی بردارن و یک مذاکرات بین اوکراین و روسیه به وجود بیاد به موفقیتی نرسیده و الان هم هیچ راه روشنی رو درباره این مذاکرات نمی‌بینیم. برای همین هم هست تنها راه حلی که به نظر من سر استراتژی باید دید اینه که داخل روسیه تغییرات ایجاد بشه، اون تغییرات مجبور کنه روسیه رو از چه از اوکراین کنار بکشه و چه به این جنگ پایان بده. بسیار متشکرم از شما، شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی.